امید در شهر میشالله با سلامتی و موفقیت شروع بکنیم کارا مرخنی نفر دوش سفر برشید و پاراشای برشید سال تابشیم به دالت. امید در شهر پاراشای برشید شروع میکنه از اول خلقت دنیا شروع میکنه از آفرینش جهان، همینطور آفرینش آدم و بعدش امید در شهر و با سلامتی می‌بینیم که می‌رسیم به پاراشاهای بعد و سفر بعد که ادامه مطالبی هستش که اینجا داره صحبت می‌کنه. شروع می‌کنه برشید برای الوهیم ال هاشمای ود هاارس. در ابتدا آفرید خداوند آسمان و زمین را. به هاارس فتا توهو وابهو. زمین توهو ویرانه بود. به خوش خلق پنت هم تاریکی وسط روجه ها بود. به روح الوهیم رخفت ال پنه همایم. و روح خدا پرواز میکرد بر روی آب. پس اینجا برای ما گفتش که وقتی دنیا آفریده میشه کره زمین خرابه هستش، همه جا تاریکی گرفته. اولین کاری که هاشم انجام میده و یوم الوهیم یهی اور و یه اور، خداوند فرمود روشنایی ایجاد شود و روشنایی به وجود اومد. تمام اینا فقط و یومر است. هاشم گفت و یاد الوهیم تا اور کی تو دید خداوند نور و روشنایی که خوب است، جدایی انداخت بین روشنایی و تاریکی. خداوند روشنایی رو روز نامید و تاریکی رو شب اسم گذاری کرد. بود عصر و صبح روز اول. اینجا چیزی هستش که ببینیم به ترتیب صحبت میکنه، روز اول، دوم، سوم، چه چیزایی به وجود اومد. شروع میکنیم از آراب رخای مقادوش بینیم که اولین سوالی که میپرسه می‌فهمم که چرا نمیشه برشید برای الوهیم ات هاشمایم و ات هاارس. کلمه ات دو بار اینجا اومده. میتونه استراحت بگه شمایم و آرس. پس لغت ات چی هستش؟ دو سه پاراگراف بریم جلو. یش لدختق بکاتو عمرو ات هاشمایم و ات هاارس. ما بال ربو بشمی اتین الو. اینجا که اومده گفته ات هاشمایم و ات هاارس، که چی اومده با دوتا اد اضافه کنه؟ آخه این کمانه حکاتو که از درخ حقیقتا منظور پاسخ این است و قدم آیی را شخ خرم و ساگ اسلنو. قبلا من بیام توضیح میدم از بزرگی پروردگار چقدر اعمال شکفتنگیزی داره. سور عالم میتونست دبر دیبور بلتی موساگ و نیبراهیم عشق میتونست صحبت کنه با صحبتی که بلکی موساک، یعنی حد و مرزی نداره برای آفریده های خودش. همطور که نوشته در شموت بایدبر الوکیم اد کل ادواری، در بود ده فرمان صحبت میکنه، یعنی دواریم شنفه یا کل دبر. چیزی هستش که برای ما قابل تصور ممکنه نباشه. شعام کل از سر ادیبروت، تمام ده فرمان با یک کلام گفته شد. ولو قدم دیبور لخوه رو هیچ کدوم مقدم به دیگری نبود. یعنی در واقع فرمان اول، دوم، سوم اینجوری نبود. ده فرمان تمامش با هم گفته شد. و ادنابو الابیور و همینطور میتونیم توضیح رو بدیم که آدونیت علی شما سور عالم هر چیز که آفرید در دنیا اونها ماقور بودن و منبع و سرچشمه بود و هر چیزی که در آسمان و زمین هست همه خداوند رو آفرید با یک کلام. به همین خاطر گفته برشید بار الوکیم ات هاشمایم و ات هاارس. هر دوتا اتی که اینجا اومده میخواد لربود کنه، یعنی اضافه کنه هر چیز که دنیا هستش. پس شمایم که میگه ات هاشمایم، یعنی تمام چیزایی که تو آسمون هست. و هاارس هم که میگه تمام چیزایی که در روی کره زمین هست. و یا شهن ابراهیم هم ربی. و چون که موجودات بسیار هستن به جز اون چیزا ده تا مطالبی که مشخص شده که نوشته شده اسرار دواریم نیورو به یام ریشان، ده تا چیز روز اول آفریده شد: آسمان و زمین، نور، تاریکی، توهو وابهو، آب، باد و چیزای دیگه. میلود ایلو به جز اینها یش اد بریوت اخرین، موجودات دیگر پنهان و پوشیده هستش که مستطر هست در نیروی اون پایه‌ای که اسم از اول ماده اولیه که گذاشت. بعضی از اینا مشخص هست، مشخص میشن موقعی که ذوبش میکنن. بعضی چیزا هستش ترتیبش میکنن.
بعضی شاید در تغییر زمان که باشه پیدا میشه. یش من بکو و هیولی و خیلی از چیزها نکته هایی ازش که در رابطه با هوا و فضا و اینا هستش و قابل شمارش نیست، که اینها رو اومده همش با دو تا نکته اساسی ایجاد کرد در شمعیم و آرس. در میخاطر لغت ات همین رو میخواد به ما بگه. برشید و امار هو ابتدا میخواد بگه تکمیل شدن این ده تا مورد، و بعدش میره سر موردهای دیگه که بعد میاد برای ما توضیح میده. پس اولین چیز که برای ما اینجا اشاره کرد، همه چیز نباید در تورا بگه، فقط بعضی وقتا با یک کلمه که اضافه شده یا کم میشه ببینیم مطالب بسیاری هستش که همراهش میخواد عنوان کنه. پس اینجا هم اد هشام این دقیقا آرس، آسمان و تمام موجودات در آسمان و تمام عنصرهایی که وجود داره و همینطور ها آرس. ما وقتی نگاه کنیم ببینیم که اصلا سفر برشید فرق داره با تمام سفرهای دیگه که ما داریم، سفر شمود و ایقرا و میدبار دواری. سفر برشید از اول تا آخرش داستانهای مختلف داره برای ما صحبت میکنه و اتفاقاتی که در ابتدای خلقت بوده یا بعد برای شخصیت‌های بزرگی که پدید میاد. به خاطر این کتاب اسم دیگر سفر حیاشار هستش، کتاب شایستگان. یعنی اول میخواد راه امونا به ما یاد بده، راهی که چگونه اول ایمان به هشم پیدا بکنیم و بعد میرسه به مطالبی که دستورات هشم هستش. ما وقتی نگاه کنیم در سفر برشید از 613 میسواد چند تاش تو تمام سفر برشیده، از اول تا آخر سفر برشید فقط 3 تا میسواد داخلش هست. یکی پر اورگو هستش، ازدواج کنید. یکی بریت میلا هست، ابراهام آوینو بریت میلا انجام میده. و از سومیش هم گیدناشی هستش. فقط همین 3 تا. بقیهش تمام ماجراهایی هستش که میاد برای ما توضیح میده که درس عبرت و درس زندگی باشه. یه وقایع تاریخی هستش که میاد عنوان میکنه و در واقع میخواد به ما یاد بده که چگونه ایمانمون قوی باشه. وقتی نگاه کنید میبینیم که از اول صحبت میکنه، میگه که خداوند نور آفرید، نوشته چی؟ و یعب الهیم تا ارکیتو، خداوند روشنایی رو اسمش گذاشت روز، ولخوشخ قرا لایلا، و تاریکی رو اسمش گذاشت شب. پس یه فاصله گذاشت بین تاریکی و روشنایی. یه چیزی هست که از اول برشید داستانهایی که وجود داره از اول تا آخر وقتی نگاه کنیم میبینیم که یه توبی هست یه رعی هستش، دو تا چیز مقابل هم قرار میگیره، یه اور هست یه خوشخ هست، روشنایی تاریکی. وقتی نگاه بکنیم ابراهام رو نگاه کنیم، ابراهام آوینو یه آدمی هست بسیار پولدار، آدمی هستش که مثل برای خودش یک پادشاهی هستش، نمیشه اب همون گویین. ابراهام مثل سرور تمام ملت‌های او زمان بوده، بعد یه درجه خیلی بالایی داره. کنارش کی هست؟ مقابلش کی هست؟ نیمرود هست. نیمرود هم میبینیم که برای خودش سلطان قدرتمندی هستش، اما فرق این دوتا چی هست؟ یکی اور است و یکی خوشخ هستش. فرقشون اینجاست، نیمرود تو راه درست نرفت، تو راه بود پرستی رفت، بالاخره از بین رفت و هیچ اسمی ازش نیست، اما ابراهام آوین علیه السلام اسمش در تاریخ ثبت شده. از همینجور پس اور و خوشخ هستن. حتی بریم جلوتر ببینیم که بعد صحبت از اسحاق است، اسحاق است و عصاب است. بریم جلوتر یعقوب است، لاوان هستش. بازم بریم جلوتر یوسف هستش و هم ببینید ترعایی وجود داره در کشور مصر. پس تمام داستانها میخواد به ما اشاره کنه چیزی که از ابتدا اینجا داره برای ما توضیح میده که اور وجود داره، خوشخ هم وجود داره، پس سعی کن تو زندگی خودت اور باش، روشنایی باش، خودت روشنایی داشته باش، به دیگرانم روشنایی بده. پس اینجا هستش که اولین پاسخی که و اولین متنی که اینجا داره صحبت میکنه در واقع درس بزرگی است که داره به ما یاد میده. تمام اینا وقتی میاد صحبت میکنه
به کجا میرسه؟ میرسه آخر مسئله شباس میخونینش و آی دنیما لپروشه نوزه و اینجا هستش که ثابت میگنمشه کیبوش شاوت نیکل ملختو اشه بارا الهیم لحظت خداوند تعطیل کرد تمام کار اشه بارا که آفریده بود که انجام بده شهر مشمه لکاتو و همشه پرشون یاوا کمین خومر اینجا میخواد بگه در روز آفرینش لعصد ایجاد کرد لتقیم ششد یامیم یعنی ششد یامیم آسا شیش روز آسا یعنی چی؟ یعنی تیقون کرد درست کرد چون آفرینش یعنی چی؟ چرا گفته ششد یامیم آسا؟ آفرینش روز اول همش کامل شد همش بود اما آسا یعنی چی؟ ششد یامیم آسا یعنی اشه محل کدوم از نام از سر جای خودش در این روز قرارش داد پس آفتاب و مهتاب و درخت و هر چیز که ما فکرش کنیم آفریده شد اما جا گرفت کجا روز خودش مانند چی است لمش شرا سالیم نو تلترین مانند یه نفر که اومد یه قصری میخواد بسازه قبلش سنگ آماده میکنه چوب و خاک و تمام چیزایی که لازمه یک ساختمان کامل است و بعد خونه رو بنا میکنه همینطور پروردگار آفرید تمام نیاز دنیا به دیبور خواد با یک کلام و آمادش کرد و همه چیز آماده شده بود کامل اما از هم جدا نبود و بعد شروع کرد صده دوار دابور الوفانام هر چیز سر جای خودش قرار بده و آتا پاولو ایت علی شمو و چنین کاری از که هشم انجام داد این افرانی ها در طرف عریه شخصر سوال میکنه بگه ببینیم من تو تورا هست که نوشته قبول دارم تو تورا بله هشم دنیا آفرید خیلی خوب هشم دنیا آفرید قبول دارم بزرگی خدا خیلی زیاد است خب دیگه چه کار داره که حالا اینا چی هست که این بخور این نخور از این غذا کاشر هست باید بخور از این غذا کاشر نیست نخور این چیزا دیگه چه کار به اینا داره فقط بزرگی هشم من بدونم بسه دیگه چه لازم هستش که هشم بیاد بگه شباز دست به آتش نزن غذا درست نکن خیلول شباز نکن اینا دیگه برای چی هستش قسمت اولو کافی بود برای ما دیگه احتیاج به اینها نبود بشمش میگه ببین بیا تا یه مثالی برات بذارم من مثل چی هست یه نفر هستش ایشون میخواد یه کادوی به رفیقش بده یه ماشین بسیار گرون قیمت میاد میده به رفیقش میگه ببین این ماشین آخرین سیستم هست فقط اگر میخوای خوب کار کنه و دوام زیاد داشته باشه تمام نکته هایی که لازم است باید رعایت کنی نه تو رادیاتورش به موقع آب بدید باید توی موتور روغن به اندازه و به موقع بریزی تو باکش باید بنزین وجود داشته باشه اگه چیزا باشه درست کار میکنه هر 10,000 کیلومتری که میری باید چک بکنی باید روی چرخاش نگاه کنی پنچر نشده باشه تمام داخلش یه بررسی داشته باشی خب میگه خیلی خب دست در نکنه اما نه همین که بمدایی دیگه کافی هستش اینا دیگه چیه برام میگی میگه ببین این چیزایی که داره بهش میگه برای چی هست برای که دوام داشته باشه ایشون میگه ببین نه هر کاری خواستم میکنم فقط ماشینی بده به من حالا دیگه خواستم تو رادیاتورش روغن میریزم آب بخوام مثلا تو باکش میریزم و اینجوری باشه دیگه همه چیز ریزه به هم و این ماشین دیگه ماشین واقعی و اصلی نیست و دیگه نمیتونه کار بکنه هشم میگه ببین من دنیا آفریدم دنیایی که دارم بهت میدم این دنیا یه زیر و بمی داره یه ترتیباتی داره آدم رو من آفریدم آدمی که آفریده شده سیستم بدنش من میدونم چه چیزی به سازگار هست چه چیزی به سازگار نیست این غذا بخوره روی نشاما اثر منفی میذاره او غذایی که بخوره نه نشامایه میاد تبرور بهش میده شبات اگر نگه داره نشامایه قادوش میشه و بنابراین این ماشین بدن آدم درست میتونه کار بکنه پس اینجا هستش که در واقع در طور میخونیم در سفر دوارین فصل شیشم هست نمیشه چی؟ و ای سوین و هشم لحسود اید کل اخوقی مایله لیرای تشم لطو ولانو کل انجامیم خدا دستور داده به ما
که انجام دهیم تمام این قوانین بترسیم از خدا لطف لانو کلیدامی، که خوب باشد برای ما تمام روزهای زندگی ما. پس اگه دستور هاشم به ما داده برای چی است؟ لطف لانو، برای که خوبی بشه برای ما. هاشم میدونه چه چیزی برای ما خوب است و به همین خاطر اومده اول سفر برشید نمیشه، اول خدا رو بشناسیم که بعد وقتی میاد فرمان های دیگه بهمون میده بدونیم که اینا از طرف چه کسی هستش، از طرف یه آدم معمولی و یه آدم ساده نیست. در مثلا خیلی برای خود نمیشه که هر کس که سه مرتبه دیلال داوید اشت یشفه رو میخونه مبتخلو شیه لو شه علم عبا خواهد داشت، که او بین علم عبا مثلا یه همچی مگه اشت یشفه چی هستش که اگر سه مرتبه بخوننش علم عبای خوبی دارد. اونجا چند تا دلیل میاره، یه دلیلش میگه به خاطری که در اشت یشفه نوشته پوته یخه اتیاده خواه اومسوی یعنی خل خیلی راست دستها رو باز میکنی سیر میکنی تمام موجودات با رضایت. به خاطر این پاسخی هستش، خب این پاسخی چی نوشته؟ بله وقتی آدم میادی رو بخوندهش باید قبول داشته باشه که خدا هستش که پوته یخه اتیاده خواه، یعنی هشه میاد دریچه های فیض و برکت رو باز میکنه، خوراک و غذا و درآمد و روزی تمام اینا از خدا هست. پس وقتی ایمان آدم قوی شد اون موقع هستش که در واقع علم عبای خوبی خواهد داشت. پس این هستش که میاد در واقع تمام چیزهایی که میخواد برای ما اشاره کنه همین هستش که ما بدونیم تمام اینا از جانب خدا، اول پی به عظمت و بزرگی خدا ببریم. این دستش که متوجه میشین مطالبی که توی قسمت دارم توضیح میده و بعد ادامه میده اورخای مقادوش میفهمد که یه منخت نفارش یعنی میقراود حلال و الزه هدره فهمات که اومد خداوند شامعیم و عارف آسمان و زمین رو مخلوط کرد، اشاره به آدم هستش که انسان از شامعیم که نشاماست و عارف که از گوف هست و جسم هست اینا رو با هم ترکیب کرد و انسان رو به وجود آورد. من خاطر نوشته اخش پیرش نو کمانم ربه نوزدار یم اخش دیبرهم یش خوشاویدواره نو که میدازو شل هرچی تو این خسلت گرشم اومد شریک کرد این دوتا رو با هم دیگه شیخی نشم ریوشفه تیوه لعری خپو و ریگوت مئت مئت به نیکوی رویت نگرشم کن الا ایمانو. خداوند پرحوصلگی بسیار داره و با ما با پرحوصلگی زیاد رفتار میکنه، اما با یشوه شمعی موتور نیست. الا تک فوم یعنی شلم و میتخیب خیوه که اخد گملو یا ایلا هم هخرتا و ویدوی. فرقی که بین شمعی و آرس هست ملاخیم در شمعی هستن، انسان در روی زمین هست. برای با فرق بالا و پایین چی هست؟ بالا اشتباه اگر وجود داشت دیگه پشیمونی وجود نداره، تشوبه نیست، اما اینجا خراتا ویدوی و تشوبا این چیزا وجود داره. همطور که در مسخر خگیگا نوشته برگاه شنیخ نسو لپردس چهار نفر بودن به عالم بالا وارد شدن چه نیشو عمل آخری و شه بیرشود همه رکید علشمو بارخو علشمو آمد میتونه الیشا. موقعی که الیشا میره بالا ملاخی بوده اونجا دیگه جلوب الیشا بلند نشد که الیشا به اشتباه نیفته، که اینجا فکر کرد دو تا خدا وجود داره و اینجا آخر شد رسول ملاخ شگاگا، یعنی حتی برای ملاخ هم ممکن اشتباه پیش بیاد و خیلی لویش بود اشرفه لما اسرائیل. اما طریقه تنبیه فرشتگا و آدم با هم فرق داره و اینجا هستش که برای انسان اشم ای امتیاز رو گذاشته که اگر که اشتباه کرد بتونه که تشوبا و توبه کامل به درگاه هشم داشته باشه. اینجا اشاره میکنه میفهمد که گفتیم در زندگی انسان اور هست
آدم همیشه میتونه دنبال روشنایی بره. اول درس بزرگی که به ما یاد میده در هر تاریکی که ما نگاه کنیم بعد از اون روشنایی وجود داره. اول تمام دنیا خوشخ است و تاریکی است و بعد میبینیم که اور و روشنایی هستش که پدید میادش. میفهمون اگر که نیت انسان مهم هستش، هر کاری که میاد انجام میده. ما میام صدقا میدیم، یه موقع صدقاه دست یه نفر میرسه جای خوب خرج میشه، یه موقع که نه دست یه نفر میرسه و این پول میره میده تریاک و اعتیاد و سیگار و تمامش میکنه میره. یه موقع ما پول میایم صدقا میدیم، یه آدمه برش میداره میره برای کابود شبات نونی میخره، یعینی میخره، میاد روش قیدوش میگه، براخا میگه، حموسی میگه و روش نوارخ میگن، بچه هاشون میان با قیدوش ها و تهرا میخورن. پس یه تفاوتی بین این دوتا وجود داره. اینا بستگی پیدا میکنه به نیت آدم، طریقه ای که پوله به دستا برده، طریقه ای که الان داره خرج میکنه و با چه نیتی هست که میاد صدقا میده. تمام اینا تأثیر میگذاره که نتیجهش چی باشه. یه داستان تعریف کنم در رابطه. میفهمم که یه موقع یه خانمی بوده، یه زنی بوده، روزهای جمعه ایشون میامده برای کابود شبات نون میپخته. یه روز جمعه فرصت نمی کنه نون بپزه. یه خب حالا که نرسیدم من برم از نونبایی یه چند تا نون بگیرم. ایشون برم میشه پایین خونهشون نونبایی هستش، میاد اونجا میگه دو تا، میگه اول بهش میگه یه خلا بهم بده، یه تکه نون خلا بهم بده. ایشون میگه خیلی خب، یه دونش بخوای 18 شکل هست، دو تاش بخوای 60 شکل، کمتر حساب میکنم برات. خانم میگه نه یکی بسته برام کافی هستش. مغازه داره بهش میگه، تعجب میکنه، میگه خب دو تا بردار به نفعت است. ایشون یه دفعه فکر میکنه، میگه خب حالا من یه دونه که بگیرم بس، حالا یه کار دیگه میکنم. حالا که میگه دو تا بردار باشه، دو تا بر میدارم. و ایشون این مغازه داره شهر دیگه بوده، یعنی ساعتی راه بوده که برمیگشته. ایشون جایی که زندگی میکرده دو تا ساختمون اوبرترش برادر این زنه بوده، یعنی خانومه برادرش نزدیک خونه همین مغازه داره زندگی میکرده. یه خیلی خوب، حالا یه نون از این بگیرم اضافه بدم دست ایشون، میگم زحمتش بکش تو که میری اونجا نزدیک خونه برادر من هستی، بنابراین این زحمتی بکش نونه برو بده به در خونه برادر من، بگو خواهرت فرستاده، خوشحالش کنم. هم که خوشحالش کنم یا خودش بالاخره شاد میشه، میسوای دستش که من فکرش هستم، هم کار انجام میده، میده دستش زحمتش بکش. ایشون میبره و طرفم این خانومه شب یک شنبه هم تو منتظر بوده که حتما برادره یه تماسی باش بگیره تشکر بکنه ازش، بله نون به دستم رسید، دست در نکنه. شب هم چه انتظار میکشه نه کسی تماس نگیره. میذاره صبح یک شنبه، صبح یک شنبه هم حتی صبر میکنه، بگه نه اصلا تماسی نگرفت. تعجب میکنه، خودش تماس میگیره بشه، تماس به برادره میگیره، میگه خب حالا ما یه نونی برات فرستادیم، حداقل میگفتی به دست رسیده، یه تشکر میکردی. برادره میگه کدام نون؟ چه نون به دست من رسید؟ میگه اه روز جمعه من برای تو نون فرستادم. میگه خب دست در نکنه، خیلی ممنون، ولی چیز دست من نرسیده. چون تعجب میکنی هرچی چطور شده نونه؟ بلندشو میاد سر مغازه دار، با فروشنده صحبت میکنه، بهش میگه که این نون شما بردی؟ من گفتم برید به دست فلانی. میگه بله من بردم. رفتی بهشون دادی؟ میگه بله من بردم، رفتم بهشون دادم. اه پس چطور شده اینجا؟ میگه نمیدونم، من اون روز رفتم دادم دست بچه‌م، دست بچه‌م دادم، گفتم ببر دو تا ساختمونه که فاصله با ما داره، دو ساختمون اوبرتر، برو بده به یه آقایی هستش، آدرس بهش دادم، برو بهش بده، او اصلاف خواهرت هستش. ایشون وقتی برگشت و بعد رفتم دادم، حالا نمیدونم چی طور شده.
بعد که بررسی میکنن متوجه میشن که این بچه در خونه عوضی رفته، یعنی به جایی که بره به این برادر ایشون بده رفته داده در خونه یه نفر دیگه و به آقای هم گفته بله ایشون بی نونه خواهر شما فرستاده. آقا ایشون دیگه خواهر بعد فرستاده، خیلی خوب دست در نکنه. حالا ایشون با خواهرش 15 سال قهر بوده، همی که به دستش میرسه تعجب میکنه، خب بارو خشن پس حتما دیگه عرضیه تموم شده، منم گذشت میکنم و ازم اونجا آشتی میکنن اینا. یعنی 15 سال اینا با هم قهر بودن با یه نونی که ایشون میفرسته که 15 شکل بیشتر قیمتی هم نداشته، دعوای 15 ساله اینا تموم میشه. اینجا میخواد چی بگه؟ میگه بعض وقتا هستش که آدم یه کار میخواد انجام بده اما نتیجه چی باشه مهم هستش. نتیجه اینجا هستش که هشه میاد رقم میزنه که این پوله کجا بره، چجوری خرج بشه، برای کار میسوا باشه یا برای کار غیر میسوا باشه. هر کدوم از اینها بستگی داره به تمام نیت آدم. هر چقدر انسان با نیت بالاتر و بهتر بیادش و هر کاری که انجام میده با نیشما باشه، چوالای درست باشه، مقصد که نتیجه عالی تر و بهتر براش خواهد داشت. پس این دستش که اشاره میکنه در واقع که خوشقه های زندگی خود آدم باید یه تلاشی داشته باشه تا تبدیل به اور بشه و هیچ وقت انسان در تاریکی های زندگی نباید ناامید بشه و همیشه تفیلو هم بخونه که انشالله هر کاری که من انجام میدم تمامش با خیر و خوبی ها و نصفاها باشه. پاسخ یون میلیسه و یکرا الوهیم لیباشا ارف اون میقره همه این خارا یمین و یر الوهیم کی تو. آبا کنار رفت، خداوند خشکی رو زمین نامید، جایی که آب جمع شده بود دریا نامید و یر الوهیم کی تو و خداوند دید که خوب است. البته تمام اینا که میگه دید خدا خوب است از اول برای هشم خوب بوده. الان اینا میخواد به ما درس یاد بده که هر کاری که آدم انجام میده یه بررسی روش داشته باشه، نگاه بکنه که 100% خوب باشه. آره برای خیلی مقادش میفهمان و اقرا الوهیم و یباشا ارس نامید خداوند خشکی را زمین و یا موسکرت به فاسوق ریشون برشید. این که در پاسوق اول برشید گفته و نوشته و اقرا دو جور به دو شکل توضیح داده میشه، یا به معنی قریعت شم است یعنی اسم گذاری است، اولاشون سه آخان سا اقاله آل وقتی پشت اول، یا به عنوان دستور و فریاد هست که مبادا از جای خودش تکون بخوره، یعنی دریا حد و مرز براش گذاشت. همطور که شامل اولام و دل نکه باشه شام آقالونت پشت اول سرا آرف، دریا این رو پذیرف و به همین خاطر خشکی اسم ارث و زمین رو گرفت. یه حقامه فرمودن چه الشب شنیت رسته نیفرد ارث. ارث از وقت در واقع راضی شدن میادش، یعنی وقتی کار رو انجام داد با رضایت آب جلو نیمد دیگه و اینجا زمین ارث ناب گرفت. نوم رو قارا یمین لزه و حتی هم آمون به پاسوق به این که میگه دریا، این لغت تهمی نیستش که در پاسوق دوم خوندیم که نوشته بود و خوش خل پنه تهم، دریا اون موقع نبود که حتی هم یامر ال کلالو. تهم به چی میگن؟ به کل آبها و تمام چیزایی هم که زیر زمین هست و همینطور آبهایی که جمع شدن به عنوان تهم قبل از اینکه زمین آفریده بشه اونا بودن. کیاریو شاوین به تعربت این نمود اشرهه هن حیوم تخلد آره که اونا الان ترکیب است و مخلوط از زیر زمین و نوشه و یر الوهیم کی تو، دید خدا خوب است. کذب گم ان میخل همه این یکی میگه دید خدا خوب است بر میگرده بر جمعگاه آب که بازه یش خیوط به قیوم اولام، زیر زمین آب اونجا انباشته هستش که اینجا این حیات و پایداری دنیاست. تیمیمه رو گشامین با اولام که عمرا مزدار در جمعه که از اینجا هستش که در واقع آبها هستش که از اینجا استفاده میشه و از همینطور آبها هستش که باز بخار میشه به هوا میره
و دوباره تبدیل به بارون میشه و از بارون هم که نعمت الهی هست که توی قسمت استفاده میشه. پس اینجا باز برای ما توضیح داد اون سلسله مراحلی که هشم ایجاد کرده و به وجود آورده برای اینکه هر کدوم از اینها این مخلوقات وظیفه‌شون توی این دنیا انجام بدن. فهمان که هشم اومده توی این دنیا تمام چیزایی که آفریده رو حساب کتاب هستش. بدونیم که تمام موجوداتی که حتی ریز هستن و با چشم دیده نمیشن، تمام اینها هشم میآفریندش و تمام اینها با نظارت دقیق خدا هست. خیلی چیزایی که بعد از مدت‌های زیاد کشف شده به وجود شناخته شده، تمام اینها از اول خلقت به صورت چهار عنصر اساسی در طبیعت هشم ایجاد کرد. به اصطلاح ماده اولیه‌ای است که هشم گذاشت. آب و باد و خاک و آتش، اینا مواد اولیه‌ای است که در دنیا هشم در واقع گذاشت و هر چیز دیگه‌ای که ما در نظر بگیریم یا از عنصر اصلیشون اینا هستش، یعنی ماده اصلی این هاست که در موقعیت‌های مختلف تبدیل به اشیا یا اجسام مختلفی میشه یا وسایل مختلف که حتی زمانهای بعد که انسان میاد و چیزای جدید میسازه، فهمان اینا تمامش اولش از در دنیا بوده. هیچ چیزی نیست که انسان بسازه، اختراع کنه و کشف کنه و از اول تو دنیا وجود نداشته باشه. کار آدم چی است؟ فقط اینا سر همبندیش میکنه، با هم ترکیبش میکنه و بالاخره چیزی هستش که به وجود میاره. و به همین خاطر هستش که اشاره میکنه اینجا که خداوند من اومد و یا الوکیم یا این معروض بیقی عشامایی. خداوند دو منبع نور در آسمان ایجاد کرد، لفدیل بین علیم و بین علیلا، جدایی اندازد بین روز و شب و باشد برای علامتها، موعدها، روزها و سالها. دو منبع نور عشین ایجاد کرد که بعد میفهم ما تبدیلش کرده آفتاب و مهتاب که هر کدوم وظیفه خودشون رو انجام میدن و تأثیر روی کره زمین ما دارن همه اینها، و همینطور مهتاب هم که ازش استفاده میشه برای مشخص کردن مناسبت هایی که در سال وجود داره. البته خب میفهمان اینا میخواد یه نکته به ما اشاره کنه که معروض یعنی میسواهایی که ما انجام میدیم. انسان گوفی داره، جسم داره، خوشخ و تاریکی هست، با هر میسایی که انجام میده مانند نوری هست که به جسم انسان میتابه. طبعا هر میسایی که انسان انجام بده بالاخره جایی هستش که هشم پاداشش رو بهشون خواهد داد. پس فهمان که یه موقع یه زن و شوهر روسی بودن میان توی یکی از یشیواها، میان که میگن که بله ما حاضر هستیم بخوام ولی توی یشیوا کار کنیم، هر کاری باشه انجام میدیم، آشپزی باشه، گارسونی باشه، شستن ظرف باشه، جارو کشیدن باشه، هر کاری از اینا باشه ما انجام میدیم، فقط یه شرطی داره. شرط چی هست؟ اینا بچه ندارن. میگن ببین ما فقط تقاضامونی هستش هر کدوم از اینا که فوت بشن تمام یشیوا برن برای مراسم خاکسپاری اینها و کارشون رو به اصطلاح انجام بدن. اینا قبول میکنن، میان نزد روشی شیوا ریوی یلسل سرنا که روشی شیوا هستش، میگه باشه اشکال نداره ما قبول میکنیم. اینا مدتی چند سال اینجا کار میکردن با وفاداری کامل کارشون درست انجام میدادن. یه موقع شب عروسی مدیر یشیوا هستش، مدیر یشیوا ریوی اسحاق همرونی، ایشون عروسی بچهش بوده، تمام یشیوا دعوت هستن، تمام یشیوا، تمام بچه ها، همه اینا خوشحال خندون، بله برنامه عروسی بچه مدیر یشیوا هستش. یه دفعه ببینن تلفن زنگ میزنه، موقع تلفن موبایل هم نبوده، یه تلفن فقط بوده توی بیرون بوده. اینا تو سالن
کنار کنیسا بودن و یه تلفنی هست میرن بله کی هستش؟ یه دفعه میرن همین مرد روسی هست. تلفن زده بله خانمش الان فوت شده و طبق اون قرار ایشون میگه که خیلی خوب چون قول دادید شما باید انجامش بدید، 10 نفر بفرستید، 10 نفر از بچه ها مینیان بشن، 10 نفر بدن و باید برای مراسم ایشون. خیلی خوب به طرف باید میدونم ما 10 نفر میاییم بعد باید چی؟ 10 نفر بعد اول خودم چی بوده هر بازی هم خود ما ای بود قرارداد ما ای بوده ما کار میکنیم اینجا و همه باید در چند میان برای اعتدام این هم میگن خیلی خوب حالا ببینیم چه کار میکنیم. یه دفعه تماس میگیرن که زن حالش خوب شد، حالش بهتر است و هنوز مرگ قطعی نیست، ایشون حالت دوباره زندگی داشته، زنده هستش تا 4:30 صبح، دقیقا 4:30 صبح که میشه و اینا تمامشون عروسی برنامهشون تموم شده اعلام میکنن که بله زنه از بین رفت. موقع هستش که تمام یشیوا طبق او قولی که داده بودن همشون فردا صبح بلند میشن و میرن برای برنامه خاکسپاری ایشون. ولی اسفل اونجا صحبت میکنه، میگه ببینید این بزرگی خدا تا کجا هستش، دنیا یه حساب کتابی داره، هرچند که اشکاخا پراتیت خدا هستش و نظارت بر همه چیز داره. بهش میگه چی؟ چون تو زحمت یشیوا کشیدی بنابراین باید بچه های یشیوا بلند شن بیان. از اون طرف خب مدیر یشیوا هم احترام و کاملش واجب هست، بنابراین اشه میاد یه چند ساعت دیگه عمر به آدم میده. به خاطر چی؟ به خاطر که همه بتونن برگردن و بیان صبح در مراسم ایشون شرکت داشته باشن. طبعا همه چیز دست خدا هستش، ولی هر چیزی که آدم بیاد فکرش بکنه، هر کاری که آدم انجام میده باید بدونه برای کار خوب حساب کتاب هست، برای کار بدم بالاخره حساب کتاب وجود داره. هیچ چیزی نیستش که از درگاه هشم جواب و پاسخ از جانب هشم وجود نداشته باشه براش. بنابراین اینجا هستش که داره همه مطلب رو اشاره میکنه. فما و یه سلوکیم از شنه همه رو تگه دولید. خداوند دو منبع نور بزرگ آفرید برای تسلط در روز و همینطور برای تسلط در شب. طبعا چه روز و چه شب ما احتیاج داریم به ماور، منبع نور، منبع نوری که زخود قد و میسوا هستش که میتونه وجود انسان رو همیشه روشن کنه. تاریکی فقط در شب نیست، تاریکی امکان داره که در روز هم در وجود آدم باشه، بنابراین احتیاج داره به نور و روشنایی که این بیادش و جسم تاریک انسان رو بیاد روشنایی بهش بده و قدوشا انسان داشته باشه. به همین خاطر هستش که اینجا اشاره میکنه پس خیلی یودالت آخرین نیسته اکاتون یا شقادم به یام ریشون او بار آور. خب ما باید ببینیم که در روز اول نور آفریده شد به تیمسا شامر به پاراشا ریشونا قسمت پاراشای اول متن اول وقت نگاه کنیم 5 مرتبه کلمه اور اومده و رامزوزال که همیشه اوراق میبره او اونجا توضیح میده 5 تا نور آفریده شد و ایفدیلا و شمل نخلات و لیاتی لابل صدیقین و اینا را شمل جدا کرد قسمتش برای در آینده برای صدیقین و نتا بیوم روی ای روز اول 5 تا نور ایجاد شد اما روز چهارم که رسید احسین معروض خیلی خمسیق لعولام یه قسمتی از این نورها رو برداشت، اونی که کافی باشه برای دنیا و در طبقه آسمان زمین ما گذاشت و این از نوشه یهی معروض پیروش یهی خلق خان معروض علی ابراهیم. معروض وقتی نگاه کنیم باید واو داشته باشه، واو نداره تو تورات.
واو نداره مورد جمع هستش. وقتی واوش برداریم یعنی همش نداد اون چیزایی که آفریده شده بود. و ایستان شلوی قبویم الا شیه صبح بود و با اونا شرط کرد که سر جاشون مشخص یک جا نباشه، مگر توی مدار حرکت میکنن که توسط چرخش اینها روز و شب پدید بیاد. و این نشونه هستش، نشونه روزه ها حموق داشتیم که امرو لوتوتون معدیم که بعد از اینها مشخص میکنن به عنوان روزهایی که جشن و موعد و یا مناسبت ها هستش. و موقعی که جدا شد اون منبع نور نعست و شن خلاقیم، جدا شدن دو قسمت و دوتاشون برای خدمت کردن برای روز آفریده شد. و به همین خاطر اینجا هست که بعد مهتاب میادش و میگه چجوری هستش که دو پادشاه یک تاج بر سر بگذارن. این هستش که بعد نوشته در مسخت خلین شیم گبولوشل یاری اخایا بلای لاوشل شیمش بیوم. اگر که بگیم از اول مهتاب در شب بود و آفتاب در روز، پس درست نبوده که بگیم یک تاج بر سر دو پادشاه هستش. پس معلوم هستش که دوتاش در روز بوده. و آیون این قرآن بیرقی هشو بگه آیی رد آرس بلا قیلی روز من. و اونجا هستش که میگه چی؟ باشم به عنوان منبع روز در طبقه آسمان لهایر الها آرس روشنایی دهد بر زمین بلا قیلی روز من، بدون که حد و مرز زمان داشته باشه. از اول ایطوری بودش، اما بعدرش میاد و اینا رو از هم جدایش میکنه، اون منبع نوری که در شب باشه و منبع نوری که در روز وجود داشته باشه. البته اینجا توضیحات زیادی ازش، اما باز هم اشاره میکنه دو تا منبع نور، یکی در شب یکی در روز، اشاره میکنه نور اشاره است به تورا. تورا کی زمانش حد و مرز برای تورا نیست. راگیتا بو یومام و لیلا، مشغول به تورا شو روز و شب. چه روز باشه؟ پس یه منبع نور برای روز هست، روز مشغول تورا باشه. یه منبع نور مشغول شب هست، شب هم باید مشغول تورا باشه. پس این نیستش که یه نفر بگه من یک ساعت روز داشتم دیگه برام کافی است، یا یک ساعت شب از کار برمیگردم همین تلمود تورا برای من کافی است. اما نه، او بستگی به فرصت آدمی داره و مخصوصا سعی کنه که هم وقتی در روز داشته باشه و هم وقتی در شب. تلمود تورا هستش که همه چیز به آدم میده، همطور که در ابتدای پاراش هم می‌نویسه برشید بارا الوکیم. برشید راشی میگه تورا نقرا رشید، تورا رشید خونده شده. پس هدف خلقت دنیا به رشید هستش، یعنی از اول برای تورا هستش که انسان بیاد از اون کتابی که عشم در اختیار ما قرار داده و منبع حیات است و باعث تکامل جسم و روح و نشامای ما میشه استفاده کنیم. بنابراین این درس بزرگی است از سفر برشید یاد میگیریم. از اولی که میاد برشید رو برای ما شروع میکنه، به ما یاد میده همیشه تو زندگی تورا رو داشته باش و وقتی تورا داشته باشی در واقع همه چیز داری. امیدوارم که انشالله هاشم خودش بهمون کمک کنه، فرصت خوب، زندگی خوب داشته باشیم، بهتر از قبل انشالله در سال جدید به تورا مشغول بشیم، حافظه بهتر، هوش بیشتر هاشم به اون بده، بهتر درد کنیم، بهتر عمل کنیم و موفقیت و استقلال تمام طول زندگی داشته باشیم. آمین. که ایگاه